امروز میخوایم دو تا از پرچم‌دارهای روبیک جهان رو با هم مقایسه کنیم. روبیک X-Men تورنادو ورژن 2 مگنتیک و روبیک واچ الیت مگنتیک. سلام، وقتتون بخیر. من محمد کریمی هم اینجا شکاده با یک نقد و مقایسه خیلی جذاب و فوق‌العاده در خدمتتون هستیم. امروز می‌خوام دو تا از روبیک‌های خیلی حرفه‌ای و خیلی پرطرفدار رو با هم دیگه نقد و بررسی کنیم که خیلی خواسته بودینش. در واقع می‌خوایم تو این ویدیو با هم مقایسه‌شون کنیم. روبیک X-Men تورنادو ورژن 2 مگنتیک از لیبل X-Men و روبیک واک الیت مگنتیک از لیبل کایبای. این دوتا مکعب رو من خودم خیلی دوست دارم. واک الیت که میدونید مکعب مین کیوب یا مکعب اصلی منه، تورنادو هم که گفتم دیگه بکاپ مین منه و خیلی دوستش دارم. یه نقد و بررسی خیلی جذابه، رنج قیمتشون تقریبا یکسانه، حالا واک الیت یه خورده گرون‌تره. فوق العاده این ویدیو میتونه شما رو کمک کنه که اگر بین تا روبیک موندین و می‌خواید یه روبیک خیلی حرفه‌ای با تجهیزات کامل بخرین، کدوم رو بخرین براتون بهتره و با چه سلیقه‌ای بخرین برای کی بهتر است. حتما با همراه باشین. نقد و بررسی این تا روبیک رو قبلا تو کانال یوتیوب باوفرات گذاشتم، لینکش رو کپشن همین ویدیو میذارم، ببینید. نقد و بررسی کاملش رو توی این ویدیو بیشتر میخوایم مقایسه شون با همدیگر رو داشته باشیم. من نقد و بررسیش کاملش رو قبلا گذاشتم، حتما با من همراه باشین. یادتون نره برید داخل یوتیوب فارسی سرچ کنید محرک کریمی روبیک، کانال تو من دنبال کنید، سابسکرایب کنید. محتویات ویدیوی روبیک من به صورت یک روز در میون تو یوتیوب منتشر میشه و یوتیوب من آپدیت تر از هر پلتفرمی من دنبال میکنین، حتما تو یوتیوب هم ما رو دنبال کنیم. بریم که نقد و بررسی و مقایسه این دو تا روبیک جذاب رو با هم ببینیم. خب میریم سراغ مقایسه واک الیت ام و X-Men تورنادو ویدو ام. همونطور که میدونید من قبلا نقد کامل این دو تا روبیک رو گذاشتم و میتونید توی کانالم ببینید. توی این ویدیو نمیخوام تجهیزات و اینا رو با هم مقایسه بکنم، چون تجهیزاشو تو ویدیوی نقد اصلیشون گذاشتم. تو این ویدیو فقط میخوام خودشونو با هم مقایسه کنم. اگر که میخوایم ببینیم تو تجهیزات داره، میریم یه بخشی از ویدیوی نقد و بررسی واک الیت رو با تورنادو رو میبینیم، تجهیزاشو ببینیم و برگردیم و دیگه توی این ویدیو فقط یه مقایسه از دو تا روبیک میخوایم انجام بدیم و بریم یه خلاصه از تجهیزاتشون ببینیم و برگردیم. جعبه جذابش رو میبینیم، یه جعبه ساعت مانند این رو داخل جعبه رو مشاهده میکنیم. مکعب داخل یک باکس هستش، از این ور ببینیمش. خود مکعب رو اول مشاهده میکنیم، یه باکس پلاستیکی خیلی قوی. چهار تا بسته توشه که بهش میپردازیم. پک آ رو باز کنیم. شش تا دونه سنتر مرکز میبینیم که کناره هاشون یه سری مگنت داره، مگنت های قرمز رنگ که اینا جایگزین مرکز های وسط میشن و این مگنت های قرمزی خورده مگنت های قوی تری هم هست نسبت به اونایی که الان روش سوار شده. پس این پک مگنت های قویشه که روی اون گذاشته میشه. یه خیلی قویه مگنت، یعنی کسایی که مگنت قوی دوست دارن این پک رو میتونن استفاده کنن. رو ببندیم، بیم اینجا پک بی رو باز کنیم. بهتر پک شماره پک حرف بی. خب این سری هم دوباره 6 تا سنتر داریم بدون مگنت، یعنی این بچه هایی که مگنت نمیخوان باشن حالا واسه وان هند این استفاده کنن، این پک خیلی خوبه براشون. یعنی پکی که این گوشه هاش دیگه آهنربا نداره. اینا بذاریم کنار، بیایم اینجا
اوه پک اسپرینگ داشت، اسپرینگ قرمز و سبز. اسپرینگ قرمز اسپرینگ قویشه، یعنی توی این اسپرینگ سرعت و کورنرکات یه خورده کم میشه ولی خیلی استیبل میشه. اسپرینگ سبز سنو که دوستان روکیش سریع باشه، سرعتش زیاده، کورنرکاتش زیاد میکنه، فقط یه خورده استیبل بودن رو کاهش میده که اونم دیگه با تنظیم خودتون میتونی. من خودم سبزش رو خیلی پیشنهاد میکنم. و پک دی، بله شناسنامه کارمونه، یک کارت واک الیت امضای متوالک، خود متوالک این آموزششونه، حالا تو یوتیوب گذاشتن. یه کارت واک الیت دیگه، چه خوشگلم از این کارت. اومده اینجا مگنت ها رو معرفی کرد، آقا هر کی اومد مگنت چیکار می‌کنی نگاه بکنی، همونه، چیز عجب غریبی نگفته. دوباره دو تا عکس جذاب دیگه از همین روبیک، یه برچسبش و یه دونم دستمال پتو رو واسه تمیز کردن چربی روبیک. یه نکته هم تا توی جعبش هستش، این استیکرهای خود کاریبایه که اگر حالا این کم رنگ شده داشت میرفت اینا رو میتونید بدن به واک الیت ام. دیگه توی پکیج کلی چیزی نمونه که براتون نشون داده باشم. جعبش جعبه تقریبا مقوایی ساده است، همونطور که اینه ولی بزرگه، روش هم که آرم ایکس من رو گفت. خب این که جعبش چیز خاصی نداره، یه پکیج جذاب و خوشگل اینجوری بگیم بهتره. مکعب که توی باکس مثل واک الیته و فوق‌العاده است این باکس، میرسیم بهش. اینجا که هیچ چیز عجیبی نداره، میریم تو اینجا که باکس وسایل و لوازمش هستش، نوشته تورنادو ورژن 2، حالا مگنتیک هم که هستش. به اینجا میرسیم، اینجا یه دونه بروشور داریم، بروشور فرمول و الگوریتم و F2L اینا که برامون زیاد امروز مهم نیست. اینجا یه پد برای تمیز کردن نوچی روبیک داریم، یعنی پکیج کامل تقریبا. یه کیف خوشگل چرمتور خیلی جنس جذابی داره، حتما پیشنهادش میکنم. یعنی برخلاف واکلی که فقط جعبه داشت، این هم یه جعبه داره، هم یه کیف خیلی درجه، یعنی مخمل نیست، یه جنس خیلی خوبی داره، براق هم هستش، یعنی بخوایی میتونیم با جعبه برید بیرون، نخوایی میتونیم با کیفش. عذر میخوام. پیش و پیش گوشیش که خودش به تنهایی منحصر به فرده، بهش میرسیم قطعا. این هم که پکیج آموزش تنظیم پیششه که توش برای ما گذاشتن. کارت ایکسپن تورنادو ورژن 2، یه کارت مثل گند، این هم که طراحش اگه شما، این هم جعبش. خب یه خلاصه تجهیزاتشون دیدین، تجهیزاتشون تقریبا مثل همه، جعبه های یک جنس داره، جعبه های مشابه داره، فقط واسه واک الیت مشکیه، واسه ایکسپن تورنادو سفیده. محتویات داخلش باکسشون کاملا یکسان، دو تا باکس فوق العاده مستحکم داره. فقط ایکسپن تورنادو یه دونه کیف خوشگل واقعا جذاب اضافه داره و تنظیم پذیری و اینا هم که بهشون خواهیم رسید. بریم اول یه ذره من این روبیک ها رو میجرم خونم حل میکنیم و حسم رو از حل این دوتا روبیک بهتون بگم. اول از همه میخوام تشبیهش بکنم ایکسپن تورنادو رو، واقعا لقبی که روش گذاشتن، لقب گردباد رو بهش دادن، به ایکسپن تورنادو ورژن 2 لقب گردباد رو دادن. واقعا این به نظر من این لقب برازنده شه، برای من بخوام لقب بدم میگم ژله سرعتی، چون واقعا عجیب غریبه، یه حس ژلاتین تور داره ولی با سرعت خیلی بالا. ببینین با سرعت بالا میریم تو سرعت که اصلا کم نمیاره، نه هم بهتون نمیگه، دقت کنی اصلا خیلی اوکی. و بزنین یه حل دیگه هم بریم نظر اجمالیمونو، حالا جفتشو میخواییم، چون میخواییم دقیق همینجا فقط بررسی کنیم نظرات قبلی و اینا رو نمیخوام تأخیر کنم. سرعتش خیلی زیاده، سرعتش خیلی زیاده، مثل ماشین نیمونی که اصلا شما در حد 50 تا گاز بدین در حد 100 تا براتون بره، یه حس ژلاتینی تور داره. به نظرم تو سبک روبیکای گنزه، تو سبک روبیک گن 11 و گن 12، یعنی دقیقه همون حسو به من میده وقتی دستم حل میزنم،
دقیقا همون حس رو میده. بریم چند تا حلم با باک الیت ام بریم. خب دیگه میدونین مکمل جز مکمل مورد علاقمه و واقعا نظر دادن صادقانه بین این دوتا سخته برای من، ولی سعی کنم صادقانه نظر بدم. خب حل رو شروع کنیم. یه مکعب استیبل با سرعت بالا، یعنی بخوام بگم اینجوری بگم بهتون، حالا به نقد اجمالی بررسی اجمالیشون هم میرسیم مقایسه اجمالی، ولی فعلا میتونم بگم استیبل سرعتی به این روبیک. خیلی به نظرم دنیای متفاوتی هن هر دوتای این روبیک ها. چرا دنیای متفاوتی دارن؟ بذارین راحت بهتون میگم. مکعب ایکس‌من تورنادو برای کسای خوبه که به سبک مکعبای گنز علاقه مندن، یعنی اصلا شبیه برند ایکس‌من و واکو کایبای نیستش، سبکش سبک مکعبهای برند گنز، سرعت فوق العاده زیاد. یعنی یه جاهایی داشتم من تو تمرینات حالا قبل از ویدیو باش حل میرفتم، یه جاهایی تو پیل سرعتش از من جلوتر میفته، یعنی حالا من سرعت دستم کم نیست، ولی میگم سرعتش تا OLL اذیت نمیکنه، ولی روی PLL ممکنه که اذیتتون بکنه، من اینجوری بگم. اما اگر تنظیمم بکنیم ممکنه این باگش برطرف بشه. لایه امش هم که خیلی سریه. در کل بخوام حالا ایکس‌من تورنادو واک الیت هم بگم، واک الیت سر اگه اینو سرعتش رو 100 بذاریم، این سرعتش 90-95. اگه استیبل بودن، یعنی واژه فارسیش میشه قابل کنترل بودن رو بخوایم بگیم، قابل کنترل بودن ایکس‌من تورنادو 90، قابل کنترل بودن واک الیت 100 از نظر من. یعنی بچه‌ای که میخوان یه روبیک بگیرن که سرعت بالاتری داشته باشه، زیاد براشون استیبل بودن و قابل کنترل بودن مهم نباشه، قطعا باید ایکس‌من تورنادو اگه سرعت بالا میخوان. بچه ها که نه، سرعت متوسط تری میخوان، نمیگم پایین، چون یک کم میگم این 100، این 95، 90، یک کم سرعت پایین تری میخوان، اما میخوان خیلی استیبل و قابل کنترل، قطعا واک الیت براشون بهتره. واک الیت توی زدن الگوریتم راحت تر، یعنی خیالتون راحت تره. برای تنظیم پذیرم که خب توی نقداشون گفتیم جفتشون قابل تنظیم هستن، اما نکته ای که داره واکه عوض میخوام ایکس‌من تورنادو همونطور که میبینین دو تا لایه داره، یعنی هم فاصله ها رو کم میکنه، هم خود پیچ و شلو سفت میکنه، یعنی تنظیم پذیریه یه خورده بیشتره. یه نکته مثبت تری هم که داره نسبت به واکه الیت، قابلیت تنظیم اج ها مگنتش و کورنر، یعنی میتونین مگنتش روی متوسط، ضعیف و قوی بذارین و قابلیتی توی واک الیت نیست. خب طبیعتاً واک الیت خیلی قدیمی تر، تمام یک سال قبل از این تولید شد. واک الیت شما صرفاً میتونین مگنت هایی که دور اج ها هست با سنتر کپ های اضافه ای که توی سنتر هستش، توی پکش حالا توی نقدش نشون داده بودم، این مگنت ها رو میتونین عوض کنین و بذارین و حالا این کیس سناریو خورده این کمو زیاد میکنه. اما بخوام انصافاً واسه تنظیم پذیری بگم، تورنادو رو انتخاب میکنم. بخوایم این نظر اجمالی و کلی بخوایم روی این دوتا روبیک بدیم، اگر دنبال یک روبیک، چون تجهیزاتن یکی هن، تجهیزاتشون یکی تقریبا، هم جنس جعبه هم باکس محافظشون، فقط تورنادو یک کیف خیلی جذاب اضافه داره، بعد آچار و ایناش هم میخورده حالا متفاوت تره، یه روبیکه با سرعت فوق العاده زیاد، استیبل بودن مثلا یه خورده کمتر، رنگ های مات و تو سبک روبیک های گنزه. اگه روبیکی با این خصوصیات میخواین قطعا ایکس‌من تورنادو براتون مناسبه. اگه روبیک نه، با سرعت بالا میخواین ولی نه فوق العاده سرعت بالا، یعنی یه سرعت قابل کنترل تر اما فوق العاده استیبل و قابل کنترل میخواین که حالا تجهیزات خوبی هم داشته باشه، قطعا واک الیت گزینه مناسب تری. واک الیت تولید سال 2019-2020، ایکس‌من تورنادو واسه 2021 اگر اشتباه نکنم.
خب بذار دنیای متفاوتی دارن، اما واقعا دو تاشون روکای جذابین. یعنی من بخوام بگم یه دونه مین و یه دونه بکاپ مین انتخاب میکنم، قطعا از این دو تا انتخاب میکنم، سمت گزینه سومی نمیرم. رنگاشو نگاه بکنین، سبز با که الیت فسفوری تره، قرمز این تیره تره این روشن تره، آبیش هم دوباره با که الیت فسفوری تره، نارنجی هم که خب میبینین دیگه تو چشتر اصلا نارنجی چیز، سفیدشون فرقی نداره، زرش هم روشنه. کلا رنگای واک الیت خورده فسفوری تن، یعنی حالا توی نور کم خورده شبتر هم نور بهتری دارن. برای که من خودم بخوام برای لوک هد انتخاب کنم واک الیت رو انتخاب میکنم. برای سرعت قطعا سرعت ایکس فن تورنادو، و برای تنظیم پذیری مجدد واک الیت، برای تجهیزات یکم بیشتر قطعا تورنادو. این نظر شخصی منه، با توجه به نظر خودتون و چیز معیارهایی که داریم، مثلا برام مثلا میگین آقا من میخوام گوشی بخرم، معیارم دوربینشه با مثلا باتری خوب، توی اینم باید معیار داشته باشیم، بگین که آقا معیار من مثلا سرعت بالا، وسایل جانبی مناسبه، مثلا بگین استیبل بودن بالا، وسایل جانبی مناسب. اگه سرعت بالا میخوایم و وسایل جانبی مناسب، قطعا ایکس فن تورنادو بخرین ورژن 2 مگنتیکشو. اگر که استیبل بودن یعنی قابل کنترل بودن بالا و تجهیزات خوب میخواین، قطعا واک الیت بخرین. این نظر شخصی منه، نظرتون برامون کامنت کنید، امیدوارم لذت برده باشین. یادتون نره بچا دیدن نقدای اصلیشون خالی از لطف نیست، توی کپشن همون دیسکریپشن این ویدیو تو توضیحات لینک نقد اصلیشون رو میذارم، برین ببینین. حکم 7 8 دقیقه است ولی واقعا نقدای کاملی ان، به جرئت میتونم بگم نقدای فوق العاده کاملی ان و میتونن کمکتون کنن که انتخاب بهتری داشته باشن. اون دیگه ریز در مورد تنظیم پیچشون و نوع تنظیم پیچ و ریز جزئیات وسایلشون بهتون توضیح دادم، امیدوارم لذت برده باشین. نظرشون برام کامنت کنین، نظر شما کدوم از این دو تا بهتره و سلیقه شما حتما تو کامنت ها برام بنویسین. شاد و پیروز باشین تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدارتون.